حسین امیر عبداللهیان بود، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران گفته بعد از رفع تحریم ها دولت حتما ارز را تکنرخی می کند. آقای طیب نیا گفته الان هم فاصله نرخ ارز مبادله و آزاد کم است و دلیل اختلاف قیمت این دو تفاوت کیفیتشان است. وزیر اقتصاد ایران گفته که دولت قصد دارد نرخ تورم را در سطح فعلی نگه دارد و تلاش می کند اقتصاد کشور را در نیمه دوم سال از رکود خارج کند. علیرضا صلواتی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و تحلیلگر اقتصادی اینجا با من. آقای صلواتی، اولش که گفته شده دلیل تفاوت قیمت ارز تفاوت کیفیتشونه، این معنی چی میتونه باشه؟ در دسترس بودنشه، اینکه راحت تر میشه به دست آورد و نقدش کرد. یعنی ارز دولتی رو میشه راحت تر به دست آورد یا ارز آزاد؟ ارز آزاد رو راحت تر میشه به دست آورد، به همون ترتیب هم قیمتش بالاتره. هر چیزی که در دسترس سر باشه و امکان کار باهاش راحت تر باشه، خب قیمتش بالاتر. بله خب، حالا گفته شده که ما سعی میکنیم این رو تکنرخی بکنیم، این چقدر واقعا عملی هست و چقدر ممکنه؟ برای عملی بودنش که عملی هستش، هزینه هایی داره که این هزینه ها رو ما باید حتما بپردازیم. برای اینکه ارزی که تکنرخی نیستش، توش انواع اقسام رانت ها و فساد ها هست و این به بدنه اقتصاد بیش از پیش لطمه میزنه. الان یک موضوعی که طرح میشه اینه که دولت خیلی به خودش افتخار میکنه که نرخ تورم رو پایین آورده، از اون طرف گفته میشه که خب به قیمت رکود بوده. ضمن اینکه دولت بتونه نرخ تورم رو پایین نگه داره و حتی پایینتر هم ببره که از حالا خواسته های دولت آقای روحانی، چطور میتونن این رکود رو در حقیقت بهش پایان بدن؟ این کاری که تا الان صورت گرفته بدون اتفاق مثبت در کلیت اقتصاد ایران هستش. عوامل خارجی وارد نبوده، یعنی فقط توانایی مدیریتی آقای طیب نیا، تیم اقتصادی دولت این کارها رو تونسته انجام بده. عوامل خارجی هنوز فرصت اینو پیدا نکردن که بهش وارد بشن. ولی یه نکته خیلی مهمی رو اینجا من باید بهش اشاره بکنم. ببینید، وقتی ما خواهیم اقتصاد رو از رکود خارج بکنیم، حتما نتایج تورمزا داره. ولی مدیران اقتصادی این دولت امکان این که بتونن تبلیغ بکنن و در ذهن مردم و ایرانی ها این رو برسونن که اینکه دلار گرون میشه، اینکه تورم در مقطعی بره بالا، جزء ملزومات اقتصاد پر رونق هستش. یعنی یکی از عملجراحی‌های دردناکی هستش که اگه ما امروز در مورد اقتصادهای نوظهور مثل آرژانتین، ترکیه و برزیل صحبت میکنیم، اینا همشون تورم‌های چند صد درصدی رو در مقطعی تحمل کردن تا از رکود خارج بشن. ولی من نمیبینم که این دولت جرأت یه همچین کاری رو داشته باشه، به دلیل اینکه توانایی تبلیغاتی این مسئله رو نداره. دوباره به دلار اشاره کردید، بد نیست که برگردیم به این موضوع. الان گفته میشه، بعضی از منابع در ایران تاکید میکنن که اگه دولت بخواد دلار رو تکنرخی بکنه، مثلا قیمت میشه 3100 تومان یا چیزی در همون حدود. میشه پیش بینی کرد مثلا ظرف یکی دو سال اگه دولت بخواد این کار رو بکنه، قیمت واقعی دلار چقدر خواهد بود؟ باز هم پیش بینیش در اینکه در چه اتفاقی خواهد افتاد یکم مشکل هستش، ولی اتفاقی که باید بیفته اینه که دلار به قیمت واقعیش برگرده و قیمت واقعی دلار رو خیلی راحت میشه حساب کرد. شما ببینید که ما دلار رو در چند سال در قبل، حدود 8-9 سال قبل چند بوده، بعد تورم سالها رو میتونید حساب بکنید. به این ترتیب دلار کمتر از 4-5 هزار تومان دلار حمایت شده است، دلار واقعی نیستش. ببینید، هواپیما وقتی که ارتفاعشو کم میکنه، اگه سقوط بکنه هم ارتفاعشو کم کرده، وقتی فرود هم میاد ارتفاعشو کم کرده. سقوط یک فاجعه است، فرود یک موفقیته. دلار به شرطی که به شکل کنترل شده ای قیمتش بالا بره، این میتونه نتایج خیلی خوبی برای اقتصاد داشته باشه. ولی اگه جهش های ناخواسته ای درش اتفاق بیفته، این همون مسئله کم کردن ارتفاعی که میتونه به یک فاجعه ختم بشه. متشکرم از علیرضا صلواتی، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و تحلیلگر اقتصادی.